سلام به بینندگان عزیز. من اسمم دکتر غلامرضا سنایی هست که البته مخفف کردیم به نام رضا سنایی و اینجا در شیکاگو به نام ری، همون حرف اول ری شو کردیم، رضا رو کردیم ری، شد ری سنایی. من متولد تهران هستم، در سال 1343 به دنیا اومدم و تحصیلات ابتداییم رو در ایران انجام دادم، در یه مدرسه ای که اونم به خاطر اینکه پدرم خیلی علاقه داشت که ما زبان‌های مختلف رو یاد بگیریم، مدرسه دو زبانه بود، زبان فارسی و انگلیسی، و معلمامون همه خارجی بودن و خلاصه خیلی از این نظر به ما کمک شد. دبستان رو که تموم کردم، بازم با همت پدر و عمه به دبیرستان البرز وارد شدم و در اونجا رشته طبیعی رو انتخاب کردم که اون هم به خوبی و خوشی انجام شد و بعد از اینکه دبیرستان رو تموم کردم، دوران سختی بود در ایران، دوران جنگ بود و دانشگاه ها تعطیل بود، بالاخره دانشگاه ها باز شدن و من وارد مرکز پزشکی ایران شدم که در خیابان گاندی بود. دو سه تا ترم در این مدرسه بودم و بعد هم تصمیم گرفتم که از کشور خارج بشم و چون اولاد منحصر به فرد پدر بودم، پدرم سنش بالای 60 سال بود، من اجازه گرفتم که از ایران خارج بشم. برای تحصیل ابتدا وارد بروکسل شدم، وارد بلژیک شدم و اونجا هم به خاطر اینکه باز به همت پدر تابستونا ما رو مجبور میکردن برخلاف میلمون که زبان فرانسه یاد بگیریم، یه مقداری برام آسون بود و در رشته پزشکی در بروکسل قبول شدم، دانشگاه آزاد بروکسل که اونجا هم یه مدتی بودم، و ولی خب به هر حال همیشه آرزوم این بود که پدرم رو به امریکا برسونم. فکر میکردم که وضع تحصیلات و پایه علوم در امریکا شاید قوی تر باشه و همیشه در ایران هم به ما میگفتن که اگه میتونید به آمریکا برید بهتره. به هر حال پذیرشی داشتم از دانشگاه وسترن میشیگان یونیورسیتی در کلمزو در میشیگان که به اتفاق پدرم به اونجا رفتیم و من شروع کردم به تحصیلات اندرگراجویتم و حدود سه ترم در اونجا ادامه دادم، ولی خب چون مدرسه نسبتاً آسون تری بود، ما نمرات خیلی خوبی داشتم و همیشه به من میگفتن که بهتره که بری به دانشگاه بهتر، و دانشگاه بهتر در اون زمان در میشیگان، یونیورسیتی آف میشیگان بود که در شهر آناربر هست. به هر حال تلاش کردیم و با سعی و کوشش که انجام دادیم واحدامون رو انتقال دادیم و رفتم به در سال 1985 من وارد یونیورسیتی آف میشیگان شدم و رشته مایکروبیولوژی رو انتخاب کردم و از بچگی هم علاقه داشتم، چون یه بک‌گراندی ما در ایران داشتیم، یه سری کورس‌هایی رو در ایران در رشته پزشکی برداشته بودیم، این خیلی به من کمک کرد. البته یه مقدارم پیش و پا افتاده بود، برای اینکه سطح تحصیلاتی که ما در ایران داشتیم در اون زمان خیلی بالاتر از لول اندرگراجویت اینجا بود. به هر حال رشته مایکروبیولوژی رو شروع کردم، یه چند ترمی که رفتم متوجه شدم که دانشگاه میشیگان یک برنامه‌ای داره به نام Integrated Program in Dentistry and Undergraduate، یعنی یه برنامه مشترکی بین دیپلم و دندان پزشکی، و به این صورت بود که من برای اون تقاضا دادم و سال دوم، فکر میکنم دوم undergraduate که بودم، وارد دندون پزشکی شدم و اون طوری حساب میشد که نمرات دروسی رو که ما برمی داشتیم به طرف گرفتن دیپلم ادامه پیدا میکرد، یعنی من در سال دوم دندون پزشکی میتونستیم دیپلممون رو، اون بچلرز دیگریمون رو بگیریم. به هر حال در سال 89 من در سال 87 وارد دندون پزشکی شدم، امتحان DAT مو دادم و در سال 89 لیسانس خودم رو در رشته میکروبیولوژی گرفتم و دو سال بعد دندون پزشکی رو تموم کردم و دنبال این بودم که چه باید بکنم و شروع کردم به درخواست کردن به رشته های مختلف و
و چون علاقه زیادی به جراحی پیدا کرده بودم، مثلا در جراحی فک و صورت رو خیلی لذت می‌بردم و پریودانتیکس، به چندین جا اپلای کردم و در یک فرصت کوتاهی که داشتم از دانشگاه نورت وسترن در شیکاگو یه پذیرشی اومد که من یه دوره اینترنشیپ رو در رشته جراحی فک و صورت شروع کنم. این بود که سال 91 که من تموم کردم، در سال 92 وارد دانشگاه نورت وسترن بیمارستانش در شهر شیکاگو شدم، یه دوره اینترنشیپ جراحی فک و صورت رو شروع کردم. البته به خاطر مسائل مشکلات زیادی که داشتم تصمیم گرفتم که به این اکتفا بکنم یه مدتی و بعد وارد بازار کار بشم و بعد تصمیم بگیرم که آیا میخوام ادامه بدم، چون این برنامه شاید 4 تا 6 سال طول میکشید. به همین خاطر که وارد رشته دندانپزشکی عمومی شدم و در چند مطب شروع به کار کردم. البته تاکید من روی جراحی فک و صورت کشیدن دندونهای عقل بود و همچنین یه لایسنسی پروانه‌ای برای انجام آی وی سدیشن داشتم که مریضا رو با حالت بیهوشی می آوردیم و کارشون رو زیر سدیشن انجام می دادیم. یه مدت به این کار ادامه دارم، حدود 10-11 سال مشغول کار دندانپزشکی عمومی بودم و 2 تا مطب باز کردم در شیکاگو. و بعد در سال حدود 98 شروع کردم به تدریس در دانشگاه ایلینوی، یونیورسیتی آف ایلینوی ات سیرکل، یو آی سی، که در اونجا در قسمت دپارتمان اورال مدیسن شروع به فعالیت کردم و کار ما هم بیشتر روی مریض هایی بود که حالت منتال ریتاردیشن و یا مریض هایی بود که خیلی سخت میشد منیج کرد در یک آفیس دندان پزشکی رو ما میدیدیم و اینها رو ما ورکاپ میکردیم برای اتاق عمل و کارشون رو زیر اتاق زیر جراحی و زیر جنرال انستیزیا انجام میدادیم. یه مدتی به این کار ادامه دادم و بعد سمینارهای دانشگاه رو میرفتم تا اینکه به یک سری کنفرانسایی رسیدم که مالتی دیسیپلینری بود، یعنی تخصصهای مختلف درش کار میکردن و یکی از این تخصصها پریودانتیکس بود و من با توجه به اون سابقه‌ای که در جراحی داشتم خیلی علاقه زیادی پیدا کردم که وارد رشته پریودانتیکس بشم. به همین دلیل بود که با رئیس دپارتمان صحبت کردم و بهشون گفتم، اونا منو میشناختن چون من سالها جزء فکولتی دانشگاه بودم 7-8 سالی و گفتم، و به هر حال اونها هم بعد از یه مدتی به من یه پوزیشنی آفر کردن، یه جابی، یه موقعیتی دادن که من دوباره وارد رزیدنسی پریودانتیکس بشم. بنابراین در حدود سن 40 سالگی من وارد رشته پریودانتیکس شدم. در سال 2005 رشتم رو تموم کردم و بورد تخصصی پریودانتیکس رو هم در ایلینوی که بهش میگن NERB، North East Regional Boards، رو دادم و هم امتحان American Diplomate of American Board of Periodontology رو انجام دادم که الحمدلله هر دو رو هم قبول شدم و شروع کردم به کار کردن. و البته من همه اینا پیشرفت‌های خودم رو یه مقدار زیادی مدیون پدرم میدونم، چون ایشون هم در ایران استاد دانشگاه تهران بودن و کتاب‌های زیادی داشتن و همیشه من به ایشون اقتدا میکردم، لوکاپ میکردم و دوست داشتم که ایشون همیشه خوشحال باشه از کارهایی که من انجام میدم. از نظر من موفقیت بیشتر به معنای رضایت فردی و پذیرش فردی هست. یعنی اگر به عنوان یک انسان شما از موقعیتی که درش هستید راضی هستید و پذیرفتید در اون موقعیتی که هستید خوشحال هستید، این یک موفقیت محسوب میشه. و حالا این لول آف موفقیت، این موفقیت ممکنه که از نظر بعضی ها به عنوان چیز مادی باشه، مثلا چه مقدار پول در حسابش باشه یا چقدر چند تا ماشین سوار بشه، ولی موفقیت در اصل همون پذیرش و قبول وضعیتی است که در اون هستیم و اون هم احتیاج به این داره که ما در تمام لحظات زندگیمون
حاضر باشیم و از آنچه در درون خودمون میگذره و آنچه در بیرون خودمون میگذره به طور کامل متوجه باشیم و از این شرایط استفاده بکنیم و تمرکز بکنیم روی اهدافی که داریم و سعی بکنیم که بدون اینکه افکار جانبی واردش بشه و ما رو دکوراژه بکنه، دیسکورج بکنه، ما بتونیم به راه خودمون ادامه بدیم تا به این هدف برسیم. به نظر من یک انسان موفق انسانی هستش که بتونه فوکس بکنه، تمرکز بکنه روی اهدافش و نگذاره هیچ چیز دیگری وارد این مسئله بشه که توجهش از رسیدن به هدفش پرت بشه. به عنوان مثال بایست که به خودش بنگره، ببینه در خودش چه چیزهایی رو، چه استعدادهایی رو نهفته داره و چه تمایلات داره که به چه مراحلی برسه و به محیطش نگاه کنه و ببینه که این محیط میتونه اینو براش مهیا بکنه یا نه و با توجه به این دو اصل پیش بره و سعی کنه که نگرانی های بیمورد در مورد شکست احتمالی در آینده رو کنار بذاره و همچنین اگر در گذشته اشتباهاتی کرده این اشتباهات نگذاره که اون از ادامه دادن به راهش سست بشه. به نظر من اشتباهات یک شخص منجر به این نمیشه که اون شخص موفق بشه. به نظر من وقتی اشتباه یک شخص به یه نفر کمک میکنه که اون شخص متوجه باشه که اشتباهاتی کرده، برای اینکه ممکنه در بعضی مواقع اصلا شخص متوجه نشه که اشتباه کرده در زندگی. بنابراین اگر اون شخص حضور داشته باشه و بدونه و متوجه باشه که اشتباه کرده و از اون اشتباهات خودش بیاموزه و سعی کنه که کمتر از این اشتباهات در آینده انجام بده، موفق خواهد شد. بنابراین جمله تا حدی درسته، ولی به شرط اینکه هر کس متوجه باشه که در اصل اشتباه کرده بوده. من خودم رو یک انسان موفق میبینم به دلیل اینکه الان در شرایطی که هستم و زندگی میکنم بسیار خوشنود هستم. خوشنود هستم، کارم رو دوست دارم، علاقه دارم به کمک کردن به بیمارانم و فکر میکنم که اگر انسان در هر شرایط در هر لحظه انجوی بکنه کاری رو که انجام میده به موفقیت دست پیدا کرده. رشته پریودانتیکس رو انتخاب کردم به دلیل اینکه از انجام دادن جراحی خیلی لذت میبرم و برخلاف جراحی فک و صورت که خیلی از دقت کمتری در خیلی مواقع برخوردار هست، یه حالت دیستراکتیو داره که حالت کشیدن دندون و این چیزا هست، این خیلی حالت سازندگی درش هست. اینی که شما با دقت خیلی بیشتر یه کاری رو انجام میدید و بعد اون ساختمانی رو که ریموف کردید در آوردید، دندونی رو که در آوردید یا استخونی رو که ریموف کردید یا سیستی رو که ریموف کردید و با دقت خاصی جایگزین میکنید و به جای اون یک ساختمان جدید، مثلا یک دنتال ایمپلنت رو قرار میدید. از این نظر چون یک رشته کاملی هست من خوشم میاد. در ضمن من علاقه زیادی دارم که نتایج رو زود ببینم. صبرم از این نظر کوتاهه و این جراحی این امکان رو به من میده که نتیجه کار خودم رو در پایان اون سشن جراحی ببینم، و خلاف رشته مثلا ارتودانتیکس که ممکنه سالها طول بکشه شما این نتیجه بگیرید، من دوست دارم که نتیجه رو به هم میکرد. این یکی از عللی هستش که من پریودانتیکس و رشته خودم رو دوست دارم. نمیشه گفت که آدم بزرگترین اشتباهش چی بوده، چون در زندگی هر فرد اشتباهات کوچک و بزرگ زیادی هست و به نظر من این که ما تمرکز بکنیم که اشتباه بزرگ ما چی بوده و این وقت ما رو بگیره
و باعث بشه که ما همش در این دور باطل باشیم که چرا اشتباه کردم، این اشتباه چقدر بزرگ بود، من چقدر عقب انداخت. بهترین کار این هستش که بپذیریم که اشتباهی شده و از این اشتباه یاد بگیریم و سعی کنیم با حضور داشتن و بودن در هر لحظه از زندگیمون و با پذیرش این که الان من همه چی برای من خوب هست، بتونیم به طرف جلو پیش بریم و سعی کنیم از این اشتباهاتی که کردیم درس بگیریم و این اشتباهات باعث این نشه که از پیشرفت ما جلوگیری بکنه. به همین خاطره که من اشتباهات مختلفی انجام دادم، ولی هیچ وقت در مورد این فکر نمی‌کنم که بزرگترینش کدوم بوده. حتی در بزرگترین اشتباهات ما هم درس‌هایی هستش که ما یاد گرفتیم که برای ما مفید بوده. بنابراین من به این صورت بهش نگاه نمی‌کنم. برای رسیدن به هدفم که الان کاریست که انجام میدم، از وقتی که وارد آمریکا شدم و حتی قبل از اینکه وارد آمریکا بشم در ایران، با تلاشایی که کردیم که از ایران خارج بشیم و به اینجا خودمون برسیم، سختی‌های زیادی رو متحمل شدم. وقتی که وارد آمریکا شدم به یه خوابگاه رفتم که در اونجا حتی یک نفر ایرانی نبود و این شهر بسیار کوچکی بود در میشیگان و من واقعا احساس تنهایی می‌کردم، به طوری که حتی مثلا تا یکی دو ماه من بسیار افسردگی شدید داشتم و به خاطر اینکه بتونم به خودم کمک بکنم، از کارهای خیلی ساده و پیش پا افتاده مثل کار در آشپزخونه خوابگاه دانشگاه شروع کردم، به شستن ظرف‌ها و کارهای خیلی پیش پا افتاده تا بتونم یه درآمدی رو پیدا بکنم و بتونم خودم رو به بالا بکشونم. و مشکلات نداشتن ماشین، در سرمای میشیگان هوا به شدت سرد بود، با اتوبوس باید میرفتم برای خرید میومدم و زندگی بسیار مشکلی داشتیم، ولی همه اینها رو ما به جان خریدیم، تحمل کردیم و البته این سختی ها هم شیرین بود، سختی هایی بود که خاطرات شیرینی ازش باقی مونده. بنابراین من به قول اینا ریگرتی ندارم، پشیمانی ندارم از اینکه سختی کشیدم و فکر میکنم در هر مسیری از نقطه الف به نقطه ب سختی هایی هست. شما اگه حتی بخواید از یه قسمت شهر به قسمت شهر دیگه بریم، ممکنه با تاکسی بریم، با اتوبوس بریم، پیاده بریم و همه اینا ممکنه مشکل باشه. به هر حال این سختی ها رو متحمل شدیم، ولی خب خوشحالم که الان رضایت دارم از کاری که میکنم و در جایی که هستم و پذیرفتم بودنم رو در این لحظه. بچه که بودم علاقه زیادی به ماشین و هر چی که تند میرفت داشتم، اینه که ماشین و هواپیما، و حتی در یه مرحله به پدرم میگفتم من میخوام خلبان هواپیمای جنگی فانتوم بشم و یکی از کارهایی که میکردم این بود که ماکتای اینا رو ما همه رو میساختیم و خلاصه خیلی علاقه شدید داشتم. البته پدرم مخالف بود و چه بسا که اگر این کارو کرده بودم الان اینجا جلوی تلویزیون جلوی دوربین با شما نبودم و این همه جراحی رو انجام نمیدادم که انجام میدم، ولی خب علاقه شدیدی به هواپیمایش. البته در با گذشت زمان وقتی که وارد آمریکا شدم اینجا اونو ادامه دادم و چند بار پرواز کردم و بالاخره به اون آرزوم هم تونستم برسم. خلاصه اینم از آرزوهای بچگانی من. اگر بچه های من آگاهانه و از روی علاقه و با استعداد بخوان رشته ای که من در اون انجام وظیفه میکنم رو انتخاب کنن، من مسلما پشتیبانیشون میکنم، ولی دوست دارم این انتخابشون آگاهانه باشه و با استعداد خودشون همراه باشه، چون که اگر از روی علاقه نباشه من با اون مخالف هستم. مسلما هر فردی در زندگیش به یه جایی میرسه، با یه مشکلاتی برخورد میکنه که میگه دیگه نمیتونم. البته من هم خیلی نزدیک شدم به این مسئله، ولی الحمدلله خدا رو شکر هیچ وقت نگفتم نمیتونم و حتی هر وقت که شکست خوردم پذیرفتم که شکست خوردم و گفتم این اتفاقی که افتاده الان زمان این هست که بلند شد
و به ادامه مسیر ادامه داد. بنابراین بله، به این مشکلات زیادی آدم برخورد میکنه، منم همینطور، ولی اون کلید، نقطه کلیدی اینجاست که هر وقت به جایی رسیدید که فکر میکنید نمیتونید، باید قبول بکنید و بپذیرید که راه حلی هست. هیچ مسئله‌ای بدون راه حل نیست. باید راه حل رو پیدا کرد و بلند شد، گرد و خاک رو تکون و به مسیر ادامه داد. چون که من در یه شهر بسیار سردسیر زندگی میکنم به نام شیکاگو، همیشه دوست دارم به جاهای گرم برم. اینه که شما اگر بگید که انتخاب کن بین هاوایی یا کارائیب، هر کدوم که اول مهیا باشه من اون انتخاب میکنم. من جاهایی رو دوست دارم که هوای گرم داشته باشه، بتونم از تابستونش استفاده کنم. و البته مسافرت به جاهای دیگر هم دوست دارم، ولی امیدم هستش که وقتی که به مرحله بازنشستگی میرسم به یه جای گرم و نرم منتقل بشم، بتونم در اونجا زندگی راحتی رو ادامه بدم. برای رسیدن به هدفم همه باورهامو زیر پا نمیذارم. تنها باورهایی رو زیر پا خواهم گذاشت که بدونم در راه رسیدن به هدفم از پیشرفت من جلوگیری میکنه. به عنوان مثال، اگر من پابلیک سپیکر خوبی نیستم و نمیتونم صحبت کنم و مجبورم در یه دانشگاه درس بدم، نمیام بگم که چون این باور رو دارم من تدریس نخواهم کرد. سعی خواهم کرد که این ترسی رو که از صحبت کردن در یک مجتمع عمومی دارم رو برش غلبه بکنم تا بتونم به هدفم برسم. بنابراین همه باورها رو انسان نبایستی که زیر پا بگذاره برای رسیدن به هدف. و البته باورهای خوبی اگه داشته باشه و مثبت باشه، اونها رو نگهداری میکنم و حفظ میکنم. یه روز معمولی من معمولاً روز هفته رو ساعت 5-6 صبح که از خواب بیدار میشم، اولین کاری که مشغولش میشم رسیدگی به اوضاع بچه هام. یه پسر 12 ساله و یه پسر 9 ساله دارم و اینا مسائل مدرسه دارن، خلاصه آماده کردنشون برای مدرسه و صبحانه و اینها. و بعد که بچه ها به مدرسه میرن، خب سر کار میرم و واقعا هم از کار کردنم لذت میبرم. یعنی هیچ احساسی رو ندارم که یک روز دیگه من باید برم سر کار. واقعا به قول آمریکایی I look forward to going to work، واقعا لذت میبرم از کار کردن. و بعد از کار هم معمولا نهاری هست و بعد از ظهر به جیم میرم. یه مقدار میکنم که یه مقدار ورزش کنم، چون واقعا با کار فیزیکی که ما با اون درگیر هستیم و بالا رفتن سنمون، عضلات همه دچار مشکلات خواهند شد. از دیگه کارهایی هم که دوست دارم اگه فرصت بکنم، کتاب، که کتاب های مختلفی رو علاقه دارم، از جمله به شعر و شاعری جدیدن. ما برنامه شب شعر داریم، به خصوص من به مولانا خیلی علاقه پیدا کردم و شعراشو میخونم و در شب شعر هم همینطور. و همچنین جدیدن علاقه پیدا کردم به یادگیری یک ساز ایرانی که سنتور رو انتخاب کردم و الان در مرحله بسیار ابتدایی هستم. اینه که سعی میکنم این کار رو بکنم. بعد هم به هر حال شام است و آماده شدم برای روز دیگه، و اگه بچه ها باشم بازم کمک کردم به درس و مشق بچه ها برای روز بعد. یکی از بهترین کتابایی که من الان خوندم، اونم به کمک یک نفر که خیلی عزیزه برای من، کتابی هست به نام Transactional Analysis یا تحلیل رفتار متقابل، که یک کتاب حالت روانشناسانه داره و کلن
حالتهای درون انسان رو بررسی میکنه و رفتار انسانها با یکدیگر رو بررسی میکنه و انسان رو متوجه رفتار خودش میکنه. این کتاب توسط اکهارت توله نوشته شده، کتاب بسیار جالبی هست. و همچنین اشعار مولانا و یا شاعرها و فیلسوفای دیگه خودمون مثل خیام، حافظ، اینا همشون توجه ما رو به این مسئله جلب میکنند که باید در زمان کنونی، در لحظه کنونی حضور داشته باشیم، گذشته های بد رو فراموش کنیم و آینده‌ای که نیومده رو کاری بکنیم که باعث نگرانی ما نباشه و زندگی راحتی رو در رضایت و در پذیرش ادامه بدیم، که خیلی به من کمک کرد. تنها توصیه‌ای که به بینندگان عزیز دارم اینه که هیچ وقت امیدشون رو از دست ندن. اگر هدفی رو دارن، اول از همه بایستی که توجه بکنن به اطرافشون، توجه بکنن به خودشون، نیازهای خودشون رو پیدا کنن، اهدافشون رو تعیین کنن و با استفاده از این اهرم‌ها در مسیری که میخوان حرکت کنن و اون هدفشون رو همیشه در نظر بگیرن، سعی کنن به اون برسن و هرچی مشکلات در این مسیر پیش اومد، این مشکلات رو فرض بکنن که رفع خواهد شد، راه حلی پیدا کنن و به راهشون ادامه بدن و من بهشون قول میدم که 100% به هدفهاشون خواهند رسید.